مخاطبان گرامی، در این ویدیو به شما خواهیم گفت که چه تعداد پناهندگان افغان و ایرانی در ترکیه از طریق سازمان ملل به کشور سوم اسکان دریافت کردند. در ادامه با ما باشید و برای حمایت از ما ویدیو را لایک و کانال را سابسکرایب کنید. شمار زیادی از شهروندان افغان و ایرانی نظر به دلایل مجبور به ترک خاک کشور خود شدند. بیشتر پناهجویان افغان و ایرانی در کشورهای ترکیه، هندوستان، اندونزیا، مالزیا و برخی کشورهای دیگر آواره شده و تحت حمایت دفتر سازمان ملل در امور پناهندگان قرار دارند. پروسه رسیدگی به پرونده پناهجویان در یون بسیار طولانی است و پناهجویان مجبور هستند برای گرفتن اسکان مجدد در یکی از کشورهای پناهنده پذیر سالها منتظر بمانند. با این همه برای بسیاری از پناهجویان مهم است بدانند چه تعداد پناهنده سالانه از طریق سازمان ملل در کشورهای میزبان به کشورهای پناهنده پذیر اسکان داده می شوند. در این ویدیو با آمار رسمی سازمان ملل در امور پناهندگان از سال 2016 تا ماه جون 2019 می پردازیم تا بدانید در این مدت چه تعداد پناهنده افغان و ایرانی از ترکیه به کشورهای پناهنده پذیر اسکان داده شدند. لطفاً برای حمایت از کانال ما ویدیو را لایک و کانال گزارشگر را سابسکرایب کنید. در گام نخست با آمار پناهندگان افغانستانی می‌پردازیم که از طریق سازمان ملل در ترکیه اسکان کشور سیومی را دریافت کردند. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا در پذیرش پناهندگان در میان کشورهای پناهنده پذیر در مقام نخست قرار دارد. آمریکا در سال 2016 653 پناهنده افغان را در خاک خود اسکان داده است. همینطور در سال 2017 شمار پناهندگان افغان که از طریق سازمان ملل در ترکیه اسکان آمریکا را دریافت کردند به 654 نفر می رسد. اما وضعیت در سال 2018 برای پناهندگان افغان بهتر شده است. در این سال 2149 پناهنده افغان در ترکیه قبولی کشور آمریکا را دریافت کردند. همین گونه از آغاز 2019 تا کنون 73 افغان از سوی آمریکا پذیرفته شده است. در کنار آمریکا، انگلستان، کانادا و سویدن نیز به شمار اندک پناهندگان افغان در 3 سال گذشته اسکان دادند. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل در سال 2016 25 نفر، در سال 2017 70 نفر، در سال 2018 66 نفر و از آغاز 2019 تا کنون 7 تن از پناهندگان افغان از طریق یون ترکیه به انگلستان اسکان داده شدند. کانادا تنها در سال 2017 15 نفر و در سال 2018 125 پناهنده افغان را اسکان داده است. در این میان سویدن در جریان 3 سال گذشته تنها در سال 2018 حاضر شده 47 پناهنده افغان را اسکان دهد. و اما پناهندگان ایرانی چانس کمتر نسبت به پناهندگان افغان در ترکیه داشته و شمار اندک آنان به ویژه در 2 سال اخیر اسکان کشور سیومی را دریافت کردند. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل، آمریکا در سال 2016 1754 پناهنده ایرانی را اسکان داده است. این رقم در سال 2017 کاهش یافته و به 618 نفر رسیده است. سال 2018 هم سال خوبی برای پناهندگان ایرانی نبوده است. در این سال تنها 161 ایرانی قبولی آمریکا را دریافت کردند. با آغاز سال 2019 وضعیت بدتر هم شده و از آغاز 2019 تا ماه جون امسال تنها یک ایرانی توانسته قبولی آمریکا را دریافت کند. استرالیا تنها در سال 2016 153 پناهنده ایرانی را از ترکیه پذیرفته است. اما از سال 2017 تا کنون هیچ پناهنده ایرانی اسکان این کشور را از طریق سازمان ملل ترکیه دریافت نکرده است. بریتانیا بین سالهای 2016 تا 2019 تنها 54 ایرانی را اسکان داده است. در این میان پناهندگان ایرانی نسبت به افغانها در قبولی کانادا چانس بیشتر در 3 سال گذشته داشتند. در سال 2016 یک نفر، در سال 2017 42 نفر، در سال 2018 233 نفر و از آغاز 2019 تا کنون 29 نفر از پناهندگان ایرانی از طریق یون ترکیه اسکان کانادا را دریافت کردند. سویدن در سال 2018 تنها حاضر شده 11 پناهنده ایرانی را بپذیرد.
همراهان گرامی، سپاس از این که ویدیو را تا آخر تماشا کردید. در ویدیوهای بعدی با آمار پناهندگان افغان و ایرانی که از طریق UN در هندوستان، اندونزیا و مالزیا درخواست دادند و به کشورهای پناهنده پذیر اسکان داده شدند خواهم پرداخت. اما حالا فراموش نکنید که این ویدیو را لایک کرده و کانال ما را سابسکرایب کنید.